رادیو همراه بفرمایید. متشکرم از لطفتون. من دو تا سوال دارم و اینکه میخوام ازتون بپرسم و قبلش هم یه توضیحاتی بهتون میدم. بفرمایید. عزیزم ای صداتون بد بود که خدمتتون عرض میکردم، بفرمایید. آها بله، من 16 سالمه و اینکه از تهران باهاتون تماس میگیرم. فرزند دوم خانواده هستم، خواهرم 7 سال از من بزرگتره. وقتی 11 سالم بود، یعنی 5 سال پیش، مادرم فوت شد، سرطان داشت و اینکه پدرم هم مجددا ازدواج کرد بعد از مرگ مادرم. خواهرم هم همینطور، او هم ازدواج کرد و اینکه یه آسیب سنگینی توی کودکیم داشتم و اون هم همانندسازی با مادرم بود و فکر میکنم که حالا روی خط رادیو خیلی راحت نیستم بگم، ولی فکر میکنم حدس بزنین که چه گرایشاتی میتونم داشته باشم. و اینکه اون رو با یک روان درمانگر حل کردم و الان من یه سوال از شما دارم، اونم اینه که اضطراب دارم خیلی و برای درمان اضطرابم میخوام که از شما سوال بپرسم که به نظرتون با روان درمانگرم توی جلسات تراپی رو دائم بدم و گفتار درمانی و رفتار درمانی داشته باشیم یا اینکه از نورو فیدبک استفاده بکنم؟ نورو فیدبک به عنوان راه حل اول در مقابل موضوع اضطراب میسازم. شما اگر فرض رو بر این بگیریم که دکتر تشخیص بده مضطرب هستید، مهم شدتشه، هم کار روان درمانی میخواید هم دارو درمانی، ممکنه از نورو فیدبک هم به عنوان یه عامل کمکی استفاده کنید. ولی اگر 100 نفر به من مراجعه کنن که اضطراب داشته باشن، باید با روانشناس و روانپزشک اگر لازم بود صحبت کنن، بعد اگر تشخیص دادن نورو فیدبک هم میتونه کمک بکنه، این کار رو بکنن. ولی مستقیما ما اگر کسی اضطراب داره نمیگیم برو با نورو فیدبک مسئله رو حل کن. بسیار خوب. و یه سوال دیگری هم که دارم درسی هستش. 16 سالمه و اینکه با توجه به اینکه خب هنوز درگیر رشد و تغییر هستم و ممکن که نظر من تغییر بکنه، یه سوالی دارم در مورد رشته روانشناسی و من الان دبیرستان هستم و خب چند سال دیگه وارد دانشگاه میشم. میخوام ازتون بپرسم که یک روانشناس در واقع آیا میتونم به عنوان در واقع یک دانشجو روانشناسی جایگاهی اونجا داشته باشم؟ حالا نمیدونم سوالی دارید؟ ببینید عزیز، شما دو تا مسئله است. یکی به من برمیگردید میگید که من از یه حداقلی از سلامت روانی برخوردارم و ضمناً اگر موضوع و مسئله و مشکلی باشه چه هست؟ خب اگر مسائل جدی و اساسی نیست که بدون تردید میتونید اون رو معالجه کنید یا اداره و کنترل کنید، دیگه دلیلی برای اینکه بخواید شما این رشته رو بخونید و در این زمینه کار بکنید نخواهیم داشت. ولی اگر حرف شما این باشه که من یه بیماری‌های سنگین روانی دارم که مثلا اصلا الان قابل معالجه نیست، اسکیزوفرنیا، خب معلوم این رشته رو نمیتونید بخونید، نه به درد کسی میخورید، برای که ای بسا با اون بیماری کارهای دیگر رو هم در رابطه با آدم ها به این سادگی نمیتونید انجام بدید. برای این فکرتون رو مشغول اینا کردن، پیامی که خودتون دادید رو جوری تایید میکنه که به خاطر اضطراب دچار وسواس میشدید. شما حرفتون به من این است که من علاقه من صبر کنید، علاقه من به این رشتشنا بسیار خوب، الان هم که دبیرستانید، یک درساتون رو خیلی خیلی خوب، همه درس ها، فیزیک، شیمی، ریاضی، همه رو خوب بخونید. دوم، یه مقدار مطالعه روانشناسی که دعوایی که خوشبختانه در ایران فراوانه، ترجمه های بسیار خوبی هم از برخی از متون اصلی و اساسی شده، حتی ده ها کتاب در این زمینه، اونا رو هم بخونید. بگذارید 18 سالتون که شد یا دیپلمتون رو که گرفتید، از اون راهی که با گذراندنش میتونید وارد یه دانشکده بشید که در اونجا روانشناسی تدریس میکنن، بشید، برید جلو. حالا اگر در هر جای این راه نگاه و نظرتون عوض شد، خب راهتون هم عوض میکنید. یعنی این درست به سین است که من و شما بیایم از خونه بیرون و مثلا اتومبیل داشته باشیم بخواییم بریم یه جا نهار بخوریم، اول فکر کنیم بریم یه نهار ایرانی بخوریم، بعد بگیم نه بیا بریم ایتالیایی بخوریم، بریم پیتزا بخوریم، بعد بگیم نه اصلا ولش کن بیا بریم
یک نهاری چینی بخوریم، کجا رستوران چینیه بریم اونجا. خب اینا رو بعدن تغییر میدیم روزی که وقت تعیین و تصمیم رسیده. خب اون موقع با توجه به این که چیو میخواییم، چیو دوست داریم یا درست میدونیم عمل میکنیم. ولی اینکه از حالا من درگیر این حرفا بشم، نه. دو تا نکته مشخص. یک، من باید همه درسامو خیلی خوب بخونم که خاطرم آسوده باشه، اونم در ایران در کنکور موفق میشم. دو، رشته ای رو که میگم بهش علاقه مندم، مخصوصا با توجه به این که این رشته ایست که دوست دارم دربارش مطالعه کنم، در حالی که درباره رشته های دیگه نه، خیلی خوب شروع کنم به این کار. پس هر دوتا رو دارم. تازه اگرم نظرم عوض شد یه چیز دیگه بخونم، ضرر و زیانی نکردم، به ویژه درباره یه رشته ای که به هر حال به من کمک میکنه در مسیر شناخت خودم و دیگران و تغییرات مطلوب رو در خودم به وجود آوردن. پس ضرر و زیانی هم درش نیست، این که دلیل نداره فکر کنم این انتخاب یا این تصمیم درست یا غلطه. نه، حتما درسته. دوم، اینکه ضرر و آسیب من میزنه این تصمیم برای آیندم؟ نه. و بعدم هر زمان که فکر کردم و دلم خواست که عوض کنم، با توجه به قواعد و قوانین و مقرراتی که حاکم هست، رشتم رو انتخاب میکنم یا تغییر میدم. خیلی عالی. یه سوال دیگه هم دارم در مورد خوابم هستش. خوابه خیلی سنگینی دارم آقای دکتر، به نظرتون یعنی چی خواب سنگین دارم؟ به طوری که وقتی میخوابم اگه یه نفر صدا کنه، یا یه بار حتی یادم زلزله میمد، یه بار من از خواب بیدار نشده بودم و انگار وقتی میخوابم انگار میرم تو کما، یعنی چی نمیفهم. خب احتمالاً اگر چنینه آدم خوششانسی هستید که خواب این چنین سنگین و عمیق دارید. ما اگر بتونیم در وقت خوابمون، در دوره‌هایی که حالا برای بزرگسالان تقریباً هر 90 دقیقه است، برای بچه‌ها 60 دقیقه، یه 20 دقیقه هم خواب سنگین داشته باشیم که امواج مغزی ما بره به سمت تتا و دلتا، یعنی حتی یه دوم سیکل در ثانیه یا 2، 3 و 4، بزرگترین عامل سلامت روانی ماست، بیشترین کمک رو میکنه به ساختن سلول هایی که قرار جایگزین بشن، کمک میکنه به تغییرات هورمونی و ترشح غدد ما، همه چیز به خوبی و اندازه انجام میشه. بنابراین هیچ کس قرار نیست از یه خواب 7-8 ساعته یا تو این حدود برای یه سن و سالی ماننده یا کمی بیشتر که عمیق و سنگینه ناراحت و نگران باشه. خیلی عالی، متشکرم از لطفتون. و یه سوال آخری هم دارم در مورد متد اسپید ریدینگ. هست به نظرتون علمی هست و من میتونم تو این دورها شرکت بکنم یا نه؟ ببینید، آنچه که به عنوان مطالعه تند و سریع هست، یک، کاملا یه تکنیک و عملی است. بنابراین آدم ها مثل این که رانندگی یاد بگیرن یا دوچرخه سواری است. دوم، بسیار مفیده، یعنی سبب میشه که من اگر الان در یک ساعت 20 صفحه کتاب میخونم، پیش برم بشه 40 صفحه، بشه 60 صفحه، حتی 100 صفحه، حتی بشه 150 صفحه، و این تقریبا شامل حال همه کتاب ها هم خواهد بود. بنابراین با توجه به وقت و زمانی که ما میخواییم صرف کنیم، اون چیزی که به عنوان سپید ریدینگ یا فاست ریدینگ میشناسیم کمک میکنیم. از یه طرف یه نوع آموزش هایی هست که میتونه انجام بشه، یعنی به ما کمک بکنه بدونی که از هیچ دستگاهی سیستمی استفاده کنیم، به این معنا که فقط به ما بگن چه چیزایی سبب میشه که ما آهسته بخونیم بدون اینکه ضرورت داشته باشه. و دوم، یه دستگاهی مثل تکیستسکوپ یا ریتومیتر و اینا هستن که وجود دارن که اینا به ما کمک میکنن که بتونیم این تکنیک رو راحتتر و بهتر انجام بدیم. چون شما با توجه به توان ذهنیتون و بعد نوع کتابی که مطالعه میکنید،
یه کتابی است که در یه ساعت 10 صفحه میخونید، یه کتابی که 30 صفحه، یه متوسطی هم داره بیشتر کتاب‌های عادی. خب وقتی بتونید این سرعت رو در هر جایی که هستید بیشتر کنید، یه صرفه‌جویی بسیار مهمی در وقتتون هست. من خودم هم با این دستگاه آشنا بودم، هم کمی هم به دانشجویان سر کلاس توصیه هایی می کردم و تمرین هایی رو پیشنهاد می کردم که انجام بدن که سرعت مطالعهشون بیشتر بشه. هم خودم در یک دورانی اینکه تقریبا 150 یا 200 صفحه کتاب معمولی رو، یعنی کتابی که در حوزه کارم بود و فقط خواندن داشت رو توی یک ساعت انجام می دادم. نتیجتاً یک کار عملی است، دو کار تکنیکی است که باید به نوعی اون رو آموخت و یه مقدار تمرین در گذر زمان به تدریج ما بهش مسلط میشیم، بهتر میشیم. و بنابراین با توجه به دو تا عاملی که در زندگی ما نقش اصلی دارن، یکی اشیاء و یکی زمان و وقت، معلومه که درش صرف جویی بسیار میشه. اینی که من هیچ مخالفتی باش ندارم، مراکزی هستند که هم از طریق ارائه تکنیک هایی که گفتم بدون ابزار و وسایل میتونید تو این زمینه قدم بردارید، و یا به خاطر الان دستگاهی که حتما امروز بیشتر هم هست. من درباره اون زمانی که حتی در ایران بودم هم تکیستسکوپ که چیز خاصی نبودم، ریتومیتر و اینها خودم یه دونه شو داشتم و بچه ها هم برخی از اوقات نشان میدادم، میشه ازش استفاده کرد و سرعت مطالعه رو افزایش داد. خیلی عالیه، متشکرم از دوستتون. خیلی خوشحال شدم که با شما صحبت کردم و اینکه باعث افتخار من بود و متشکرم از وقتی که در اختیار من قرار گرفتید. مرسی عزیزم، منم بسیار خوشحال شدم و مطمئنم موفق خواهی شد با اشتیاق و علاقه‌ای که داری. ولی آنچه که به عنوان استراب هست رو از خود دور کن، برای که متأسفانه استراب همه چیزهای خوب دنیا رو خراب میکنه، همه چیزهای خراب دنیا رو هم خرابتر. ضمناً تنها نمیمونه، به تدریج افسردگی و خشم و عصبانیت و وسواس و اینا رو هم دوباره خودش را میندازه میاد. و به نظر میرسه تلفنتونم که قطع شد، ولی من فکر میکنم حرفا اونو زدیم. ما بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت.